خوش آمدین، عید شما مبارک و مهمانای ما از راه رسیدن. دو خانم فعال اینجا دعوت کردیم که مصروف کارهای خیاطی هستن و مسئولیت یکی از تولیدی های لباس و یکی از برندهای افغانی را بر عهده دارن، خانم محسنه ثاقب و دخترشان سمیه ثاقب. سلام خانم ثاقب، صبح بخیر، خوش آمدین، عیدتان مبارک. تشکر مریم جان، من هم سلام خدا خدمت شما و تمام بینندگان عزیز تقدیم میکنم و عید گذشته را به تمام شما مبارک باد میگم. امیدوار هستم که یک عید خوش را داشته بوده باشین که انشاءالله داشتید. سلامت باشین، هنوزم بر ما عید است دیگه، سفره ما هنوزم پهن از گفتگان تا هموار است، هنوزم عید است. امیدوار هستم که هر روز عید باشه. مادر و دختر هستند ولی خیلی هم در کار رفیق و یک همکار خیلی خوب هستند. بله. سمیه، سلام. سلام علیکم. صبحتان بخیر. بسیار صبح شما بخیر. تشکر، زنده باشید. عیدتان مبارک. عید شما مبارک. عید تمام بینندگان تلویزیون تلو مبارک. لباس های نوت مبارک. تشکر، زنده. و یک کرتیه که چقدر مقبول است، مربوط کجا میشه؟ کدام ولایت افغانستان؟ موردوزیاش فکر بکنم به طرف بامیان از دیگه، غور و بامیان. کرتیه که ما کست است تمام افغانستان است، فکر کنین هر کرتی از یه هزار طرف است، پشت پیش هر طرف کار شده، چیزای متفاوت کار شده و ای از یک جای خاص نیست. بله، از هر طرف تمام دستوزی افغانستان. چند روز بالا از این کار کردین؟ سه روز. خب خانم ثاقب، در حال حاضر گزینه لباس بسیار زیاد شده و میبینیم که روز به روز چقدر فعالیت زنان زیاد میشه و هر کسی دوست داره که یک کارگاه خیاطی داشته باشه و این خوب است که میتونیم گزینه های زیادتری به خاطر انتخاب لباس داشته باشیم، بر علاوه برندهای خارجی یا برندهای خود افغانی هم روز به روز پیشرفت میکنه. شما از شروع کارا و فعالیتاتون بر ما بگوین که چطور همی انگیزه در ذهن شما آمد، انگیزه کار شما از کجا شد؟ مریم جان، ما در اول استاد بودم، بعدا در یکی دو دفاتر خارجی کار کردم، ولی وقدر موفق بگویم نبودیم نه، ولی وقدر زیاد راضی نبودم از کارم. همیشه در جایی که کار کردم ما شاید زیاد توقع داشتم که زیاد کار کنم، ولی در امرای کسایی که مثلا من کار میکردم، من تو فکر میکردم که اونا با بعضی ارزش ها وقدر زیاد ارزش قائل نمیشدن بعضی مسائل. همیشه دخترم امرای ما بود و ای هم زیاد به طراحی لباس علاقه داشت، میگفت که من فشن دیزاین میخوانم. بله. که او امکان نداشت، تا حالم نداره، در ایجای کدام انستیتوت یا کدام پانزه یا پانتون ما نداریم. ای همیشه مرا میگفت مادر چرا باس خود نمیباشی؟ مرا میدید که من یعنی علاقه مندی دارم، لباس خود طراحی میکنم. زمان که پیش هر خیاط مثلا ما میرفتیم در کل سر لباس های وطنی، البته ما دیزاین می دادیم، باز اما قسم از جانب مقابل که خیاطی بود بر ما زیاد مثلا پیشنهاد می کردن که چرا با ما کار نمی کنی. دیگه باز دختر ما همیشه مرا می گفت که مادر چرا هم چون مرکز را خود ما ایجاد نکنیم، چیزی را که ما خود ما می خواهیم که در بازار پیدا کرد نمی تونیم، ما هم چون چیزی را ما ایجاد بکنیم، یعنی یک فعالیت را ما انجام بدیم که نه تنها خود ما مستفید شویم، بلکه دیگه خانمایی که اونا نمی تونن که علاقه مند هستند دیگه جای کار نمی کنن با خود داشته باشیم و همچنان امو توقعات و خواستای کسایی را که در خود کابل یا افغانستان برآورده نمیشه، ما بتونیم حداقل فرمایشات از اون خواسته از اونها رو در کرده برآورده بسازیم. پس بله، پس کسی که بر شما انگیزه بخشید در این هرسه سمیه جان بودن. سمیه ثاقب، یگانخ میگن از خرد یا از کلان، واقعا ما از خرد یک چیزی را گرفتم. یعنی ما فکر میکردم که شرایط قسمی است که شاید یک ترسی وجود بر ما داشتم، میگفتم که یک دوکان را بگیریم، یک جایی بگیریم که پلوی خانه باشه. بله. و این بر ما می انگیزه را داد که مادر میتونی، ولو که اگر ما دور از خانه باشیم میتونیم. بله. خب سمیه جان، همونطور که مادر اشاره کرد، گفت که خود علاقه داشتی که درس بخوانی، حرفوی داخل این شغل و حرفه شوی، با وجود از اینکه در افغانستان رشته های تحصیلی بسیار محدود است و فقط یک دو سه رشته تحصیلی ما داریم و همونطور که گزینه لباس یک وقت بسیار کم بود، حالا گزینه رشته های تحصیلی هم کم هست. خودت در حال حاضر درس میخوانی، دانشجوی کدام رشته هستی و آیا تصمیم گرفتی که بری حرفوی رشته را بخوانی و یاد بگیری؟
بله ما فعلا در شهر بنگلور کشور هندوستان طراحی لباس به شکل مسلکیش آموزش میگیرم. 3 سال است، 1 سال خود خلاص کردم، فعلا به رخصتی خود جا آمدیم، 2 سال دیگه مانده و تصمیم دارم بعد از اینکه آمدم بیم و به جایی که ما کاربار میکنیم به فیشن افغانستان یک چیزی نو ببخشم. چرا که امیان رام که ما درس میخوانیم وقتی روی پروژه کار میکنیم، روی یک موضوع کار میکنیم، وقتی که ما در اینترنت تایپ میکنم که فشن این افغانستان، برای چادری هم روی پیرانتنبان مبرایه. ما یک تاریخ فیشن نداریم. وقتی که یک کس اگر خارج از افغانستان در فکر شمین بگرده که مردم افغانستان چی میپوشن، وقتی که اونو جستجو بکنن ایران میمانن. و وقتی که ما لباس های خود ما میپوشم، تمام لباس های تقریبا از جای کاربار خود ماسته، وقتی که عکس های اینا رو بر دوستم نشان میتم، خو میگه در افغانستان قسم چیزا هست، شما یک قسم کالا دارین. میگه وقتی که هر چیز جان ما میبینن این از کجا گرفتی؟ استادای ما که خودشان استادای فیشن هستن، میگن این از کجا گرفتی؟ میگم این از کارگاه خود ماست، از افغانستان. خو میگه در افغانستان تو گپا هسته. حالا فعلا مثلا دمی جایی که ما درس میخوانم کم کم مطرح شده، مادرم هم میشناسن، من هم میشناسن، جای ما هم میشناسن، نه افغانستان بشن یک چیره دیگه پیدا کرده. خب هدف ما همی هسته که برای امی فیشن افغانستان به می لباس های خود، به کلتور خود یک چیز ببخشیم که امی مردم دنیا بشناسن. چرا که ما کدام شناسایی خاص نداریم در این بخش، باید یک چیری نو در داخل شوه، باید بخی یک قدم پیشتر مانده شوه. چون من فکر میکنم که افغانستان انوزم اگر ما در بین خود خوب باشیم در داخل افغانستان، خارج از افغانستان در مورد فیشن و در مورد پوشاک و در مورد کلتور ما قدر معلومات کافی ندارن. انشالله که پس از این داشته خود بودن و برای بیاد او انداق، بیاد او جمله که یک هموطن ما در رخنامه خود در دنیای مجازی نوشته کرده بود که در هند زمانی که مرا پرسان می کردن از کجاستی، می گفتم از افغانستان، باز می رفتن به یاد انتحار و انفجار. و پس از این که قهرمان ما در کرکت درخشش خوب داشتن، مجیب جان و راشد آرمان، نبی ایساخیل و اینا، و وقتی که می گفتم از افغانستان هستم، می رفتن ذهنشان به طرف راشد آرمان، می گفت تو از جای امو قهرمان هستی، پس به امو قهرمان هم سلام تقدیم می کنم. واقعا که نسل جوان ما به تلاش شکوفایی در این سرزمین هستند که اینا میتونن شکوفایی ببخشن برای افغانستان. پس بانوسا که بعد تر و دیزاین خانه چقدر علاقمند هستین؟ بیشتر در روزایید مصروف چی میباشین که کدام کارا را خوبتر دیزاین بکنین در خانه؟ ایمار جان، همونطور که میگن کلار ده کوزه شکسته و خورده، این تمام امو چیزهایی که گذشتگان ما یا ای که قدیمی های ما گفتن، واقعا ما همون چیزها را میبینیم که تطبیق میشه، تطبیق شده و واقعا راست است. ولی سر از آن ما کوش میکنم که اول از خانه خود شروع کنم، اول از خود ما شروع کنم، به خاطر که مردم اول وقت امر ما گپ میزنن طرف ما میبینن که خب وقت شما هم چی کار میکنین، خودتان چی هستین، یعنی ظاهر ما را میبینن. فلاز ما زیاد علاقمند هستم که خانه خود در هر مناسب وقتی که میشه یک چیری متفاوت ببخشم، البته به شکل وطنی مدرن. از خانه خود شروع میکنم، از فامیل خود شروع میکنم و همچنان فکر کنین که ما خب از ما طراحی لباس است، ما نه تنها که لباس میسازیم، طرح و دیزاین خانه را هم ما برنامه را هم داریم، شامل برنامه ما هست. و همچنان از ما خود دسکاول است، پوش های موبایل است. شما فکر میکنم یک بار آمده بودین و دیدین و حالا کمی وسط دادیم، کلانتر ساختیم، خوش میین. و ما بسیار زیاد خوش هستیم که همچون برنامه هایی که ما پیش میبریم، خانم ها و دختر خانم های دیگه هستن که علاقه مند شدن و یک تعداد شاید از ما هم الهام گرفته باشن، از ما هم آمده. پس همون دیکور خانه دیگه، همون کوزگک های وطنی هست، همون گلمه وطنی است، فرش های وطنی و چیزا است. بله ایمار جان، یک چیزی که ما دارم، چیزی را که ما در دیگه جای میبینم، ما باز اونو را خوش ندارم که کپی کنم. ما خوش دارم که همیشه ببینم و از اون یک چیزی دیگه برداشت کنم، متفاوت تر فکر کنم. هیچ وقت ما نخواستیم. عروس خانم ما وقت پیش من میگن که من لباس از اونها طراحی کنم، اونا به مو فکر هستن که ما به می با کوزه باید بگیریم. بله. ما بر از اونها یک چیزی دیگه همیشه خواستم که بسازم. او کوزه ها که هست همیشه از همون وقت هم بوده، مردم با فکر همون کوزه ها سن یا یکان چیزهای دیگه که یعنی دوامدار از او استفاده میکنن. فلازا ما خوش دارم که نیستیم متفاوت. پس بشنویم حرف سمیه، کسی که امایتکر مادر خود بوده و مادر خود رویه بخشیده، حرف پایانی تان چی خود بود امروز؟ خب حرف پایانی ما امی است که ما خوش میشیم وقتی که میبینیم دختر خانم از ما الهام میگیره، یا دختر خانمایی را ما میبینم که وقتی که در مرکز ما میان میگن شما طراحی لباس درس نمیتین، شما بر ما طراحی لباس یاد نمیتین. خب ما برشان پیام ما امی است که ما من هست یک محصل امیرشته،
پشت امی استعداد امی شوقی که اگه دارن برن بله. هیچ وقت نگوین که نه دی در افغانستان کار پیدا نمیشه، در افغانستان نمیچله، کس دیگه نمیخونه، من چرا بخونم؟ همیشه متفاوت بیندیشن، همیشه به فکر کنن که دیگه کس خوینی کار کرد، من چی میتونم بکنم که متفاوت باشم از دیگران، من چی میتونم بکنم که یک گزینه نو پیدا شوه برای دیگران. خب پیام من اینمی است که پشت هر هدف هر آرزویی که دارن برن و هیچ وقت روی آرزو نمانن. و او هم میتونه که عشق آدم برسه به کار و شغل، اگر عشق باشه حتما به سر منزلش آدم میرسه. سپاسگزار هستیم بانو ساقب از خودت. سمیع ساقب از خودت هم تشکر، موفق باشی با مو لباس های وطنی دختر وطن. سلامت روز خوش داشته باشین. وقفه میگیریم و بعد از وقفه با شما خواهیم بود. بله.